سرخط خبرها، گروه 11 نفری که مسئول قتل یماسیاوشان بازداشت شدند. حامد کرزی، بهترین گزینه برای صلح پیوستن طالبان به دولت کنونی است. و در پایان، محمد اشرف غنی زیر تیغ جراحی در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. گروه 11 نفری که مسئول قتل یماسیاوشان بازداشت شدند. معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که گروه 11 نفری اعضای طالبان که مسئول بمب‌گذاری ها، ماین های مغناطیسی و قتل یماسیاوشان را بازداشت کردند. با گزارش اسپوتنیک با نقل از رسانه ها، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که نیروهای امنیتی یک گروه 11 نفری اعضای طالبان که مسئول بمب‌گذاری ها، ماین های مغناطیسی و قتل یماسیاوشان را بازداشت کردند. امرالله صالح، گروه 11 نفری طالبان که مسئول قتل یماسیاوشان بازداشت شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که نیروهای امنیتی یک گروه 11 نفری اعضای طالبان که مسئول بمب‌گذاری ها، ماین های مغناطیسی و قتل یماسیاوشان را بازداشت کردند. صالح در صفحه تویتر خود نوشته که ما جامعه رسانه‌ای، نهادهای حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی و گروه های مدافع را دعوت کرده ایم که پرونده اعترافات تروریستان و آرزوی آنان برای بغم نشاندن خانواده های افغان را از نزدیک ببینند و این عمل کرد های طالبان را در سطح بین المللی افشا کنند. گفتنی است که به تاریخ 17 عقرب سال 1399 موتر یماسیاوش، مجری سابق و سرشناس تلویزیون خصوصی طلو و کارمند برحال بانک مرکزی در شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت. در این انفجار 3 کارمند بانک مرکزی به شمول آقای سیاوش کشته شدند. مسئولیت آن رویداد را فرد یا گروه به عهده نگرفت. حامد کرزی، بهترین گزینه برای صلح پیوستن طالبان به دولت کنونی است. رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که بهترین گزینه برای صلح در افغانستان پیوستن طالبان به دولت کنونی است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از آریانا نیوز، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی ترکیه تیارتی از طالبان می خواهد که به تقسیم قدرت در کشور توافق کنند و اجازه دهند رئیس جمهور غنی دوره حکومتش را بر اساس قانون اساسی تکمیل کند. کرزی در این باره گفت بهتر این خواهد بود که طالبان با تقسیم قدرت با دولت فعلی موافقت کنند. ساده ترین امر این است که آنها در قدرت شریک باشند. آنها بیایند و به عنوان شهروندان افغانستان به دولت فعلی بپیوندند و صلح کنند و رئیس جمهور غنی را بپذیرند تا زمانی که دوره کار او مطابق با قانون اساسی کشور پایان یابد. رئیس جمهور پیشین تاکید میکند که اگر طالبان به هر دلیل با این موضوع مخالفت کند، هر سازوکاری که در آینده تشکیل می شود مردم باید حق انتخاب آزادانه دولت را داشته باشند. حامد کرزی می افزاید که خروج و یا ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان پس از اول می باید مسئولانه باشد. اما واشنگتن بار دیگر گفته که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان تعیین شده دشوار است و جو بایدن در این زمینه با وقت بیشتر نیاز دارد. جان ساکی سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت همان گونه که رئیس جمهور پیش از این گفته بود خروج کامل نیروها در اول می از افغانستان به دلایل لوجستیکی دشوار خواهد بود. او در حال مشوره با مشاور امنیت ملی و همچنان متحدان و همپیمانانش است. تصمیم در این زمینه نیاز به زمان بیشتر دارد.
اشرف غنی عمل جراحی پروستات را موفقانه در کابل پشت سر گذاشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که دیروز سه شنبه 17 حمل عمل جراحی پروستات را موفقانه در کابل پشت سر گذاشته است. او با سپاسگزاری از دکتران شفاخانه سردار محمد داودخان در کابل نوشته است که این عمل از سوی دکتران مجرب این شفاخانه شامگاه سه شنبه انجام شده است. ظاهرا لحظات پس از پایان عمل جراحی از تویتر آقای غنی این پیام منتشر شد: از دکتران گرامی و خدمه صحی شفاخانه سردار محمد داودخان قلبا سپاسگزار هستند که همین حالا عمل جراحی ام را با موفقیت به پایان رساندند. آقای غنی 71 سال دارد. رئیس جمهور غنی و رولا غنی بانوی اول سال گذشته در ماه آپریل زمانی که کرونا در افغانستان اوج گرفت آزمایش کرونا دادند که نتیجه آن منفی بود. در پی گسترش کرونا در افغانستان رئیس جمهور غنی تدابیر احتیاطی را در برابر کرونا از جمله پوشیدن ماسک به شدت رعایت کرده و پیوسته از دیگران نیز خواهان رعایت این تدابیر شده است. مشاوران آقای غنی در گذشته گفتند که او روزانه تا 16 ساعت کار میکند و 8 ساعت را برای خواب کردن و استراحت اختصاص میدهد. برخی از احزاب با طرح مستقل به استانبول می رود. در حالی که شورای عالی مصالحه ملی تلاش برای توحید دیدگاه ها و طرح ها را ادامه داده است، برخی از احزاب می گویند که آنها با طرح مستقل به نشست استانبول می روند. با گفته منابع در 7 حزب مدرع کشور این احزاب روی یک طرح واحد توافق کردند و این توافق نتیجه 2 ماه کار است. شمار از اعضای این حزب تصریح می کنند کانان بس روی طرح‌ها را همانند شورای مصالحه سرگرمی فکر نکرده و آن را برای توحید به این شورا نیز نخواهند فرستاد، زیرا این شورا بخشی از حکومت است و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. هرچند منابع در این احزاب میگویند که نمونه های اثرشان را با دولت و طالبان شریک میکنند تا طرف‌ها حرف‌های اصلیشان را بدانند، اما این 7 حزب با دیدگاه واحد و طرح مشترک به استانبول می‌روند. بعد این ترتیب 7 حزب مدرع کشور به عنوان اپوزیسیون در نشست استانبول اشتراک میکنند و بخشی از عضو هیئت دولت نخواهد بود. منابع در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی اما میگویند که طرح احزاب و جریان‌های سیاسی را دریافت کردند و آن را در طرح کلی شامل میکنند. به گفته منبع طرح این احزاب نیز مشمول طرح کلی است.